به نام خدا، امروز میخوایم تو این جلسه کفتراشی یا گونیاکاری یه قطعه رو با همدیگه کار کنیم. برای کفتراشی یه قطعه بزرگ مثل این ما از کفتراش استفاده میکنیم. کفتراش یه ابزاری هستش که الماس اینسرت بهش میخوره و با قطرهای مختلف ساخته میشه، از قطر 25 تا 120-130 ساخته میشه. هرچی کفتراش ما بزرگتر باشه، براده برداری ما تمیزتر صورت میگیره و قطعه صافی سطح بهتری ایجاد میشه. برای این کار ما کفتراشمون اول میبندیم به اسپیندل دستگاه. به این صورت دو تا شیار داره که باید بیفته توی این دو تا خار که حرکت نکنه. یه پیچ بالا سرش هست، اینو صفر میکنیم. با آچار خوب صفرش میکنیم. نیست. حالا که صفر شد، باید قطعمون رو ببندیم. برای بستن قطعه ما زیرکاری میخوایم. از زیرکاری مناسب استفاده میکنیم. تا جایی که امکان داره قطعه داخل گیره بسته بشه. به این صورت قطعمون رو میذاریم روی زیرکاری ها. گیرمون رو صفر میکنیم. به این صورت. وقتی که گیرمون یکم صرف شد، روی قطعه کارو آروم ضربه میزنیم که این زیرکاری ها دیگه تکون نخورن و دوباره گیرمونو صرف در میکنیم. دوباره چند تا ضربه میزنیم که زیرکاری ها دیگه تکون نخورن. قطعه ما الان بسته شده، نزدیک کار میکنیم. دورمون رو میزنیم روی 255. این صورت حالا شروع میکنیم میزمون رو میبریم بالا. این صورت نزدیک ابزار میکنیم که مماس بشه. این صورت وقتی که مماس شد پای میه بیرون ایکسمون رو و بار میدیم. دوباره و شروع میکنیم به پیش روی. یه طرف قطعمون که سفید شد برمیگردونیم، بچه بعدی هم سفید. قطعمون رو باز میکنیم. یه طرف قطعمون میبینید سفید شد. حالا برای اینکه قطعمون گونیا بشه دیگه نمیایم بچه روبروشو کفتراشی کنیم، میایم بچه مجاورشو کفتراشی میکنیم. یعنی این قسمتی که ما الان تراشیدیم رو میبندیم به فک ثابت، تکیه میدیم به فک ثابت و این قسمت رو کفتراشی میکنیم. به این صورت مراحل قبل رو ضربه بزنیم که بشینه روی زیرکاری ها. از کار روشن میکنیم. دوباره بار میدیم. دو بچه ما کفتراشی شد. حالا وجه های بعدی رو میتراشیم و سایز میکنیم. دیگه فرق نمیکنه کدوم بچه رو میگیریم. دوباره میبندیم.
حالا اندازه میزنیم. هم میتونید به این صورت از زیر کاری تا لب کار رو اندازه بزنید به این صورت، هم میتونید به این صورت اندازه بزنید، فرقی نمیکنه. هر کدوم که راحت بود و را داد. دو دوم دیگه بار میخواد. اینم دو دوم. این هم پیشتوی دستگاه. حالا قسمت آخر هم میترشیم، چون دیگه اندازش متقارنه با هم عددی که فیکس کردیم این وزش هم میترشیم. سیتاریا تکون نخوره. حالا چهار بچه ما گونی ها شد، میمونه دو بچه بعدی. حالا برای اینکه بقیه وجه های ما که تراش نخورده نسبت به این وجه گونی ها باشه، ما باید اینو گونی ها ببندیم، یعنی به این صورت. حالا دو راه داره، میتونیم با ساعت اینو نسبت به محور زدمون گونی ها کنیم، موازی کنیم، یا هم که با گونی ها مویی اینو ما نسبت به زیرکاریمون گونیا ببندیم به این صورت. یکم صفر میکنیم گیره رو، گونیا مویی رو میذاریم روی زیرکاری و با ضربه شروع میکنیم به گونیا کردن به این صورت، ضربات خیلی آهسته به این صورت گونیا میشه. قطعمون رو میبندیم، محکم میکنیم، میایم پایین میزو از کار روشن میکنیم. دوباره بار میدیم، این وقت هم میترش.
حالا قطعه رو باز میکنیم. خب برای اینکه اون قسمتش هم ببندیم باید این پلیس ها رو هم بگیریم، یا با سوهان یا با پلیسه. پلیسه گی پلیس هاش رو میگیریم. به این صورت حالا چون همه طرف ما گونی ها شد دیگه نیاز نیست از گونی استفاده کنیم، همین ها رو که به زیر کاری ببندیم خودش گونی ها بشه. ماس میکنیم، بار میدیم و اینم از قطعه امروز ما. با تشکر، خدا نگهدار.